بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون ساده شه شما دیدید، خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه است. شما یکی چه خبر دارید؟ منظور روحانی از تنگه های دیگر گذرگاه آبی بسیار مهم بابالمندب در ورودی دریای سرخ است. در همین چارچوب همزمان با تهدیدهای روحانی سلیمانی، نیروهای یمنی وابسته به سپاه قدس با پرتاب موشک به کشتی‌های نفتی عربستان در دریای سرخ به تهدیدهای رژیم مبنی بر کنترل بابالمندب و دریای سرخ جدیت بیشتری بخشیدند. رژیم ایران از سالها قبل با صرف میلیاردها دلار و با دخالت نظامی در یمن و چند کشور آفریقایی تلاش کرده است تا توان نظامی برای کنترل دریای سرخ و گذرگاه بابالمندب را به دست آورد. رژیم از این مسیر برای ارسال محموله‌های اسلحه به نوار غزه در فلسطین نیز استفاده می‌کند. یکی از اقدامات رژیم برای تسلط به دریای سرخ جلب همکاری کشور سودان بود و توانست با بذل و بخشش به عمر البشیر دیکتاتور و قصار سودان نظر مثبت وی برای حضور نظامی ایران در این کشور را به دست آورد. عمر البشیر به دلیل قتل عام مردم دارفور از طرف دیوان عالی کیفری وابسته به سازمان ملل به جرم نسل کشی به عنوان جنایتکار شناخته شده است. رژیم حتی کارخانه اسلحه سازی نیز در سودان تأسیس کرده بود تا اینکه در اکتبر 2012 اسرائیل با حمله هوایی به کارخانه مهم اسلحه و موشک سازی رژیم در یارموک آن را ویران کرد. دو سال پیش عمر البشیر روابط سودان با رژیم ایران را پایان داد و متحد عربستان شد. یکی دیگر از اقدامات رژیم برای تسلط بر گذرگاه بابالمندب و دریای سرخ جلب همکاری کشور کوچک جیبوتی بود که به دلیل موقعیت جغرافیایش در سر گذرگاه بسیار اهمیت دارد. ضمناً جیبوتی در غرب یمن و عربستان است و رژیم می توانست از این منطقه برای صدور اسلحه و موشک به شورشیان حوثی در یمن استفاده کند. رژیم با پرداخت ده‌ها میلیون دلار رشوه به مقامات این کشور و همچنین بذل و بخشش های دیگر مثل ساخت پارلمان جیبوتی و یک مرکز تجاری در این کشور، جیبوتی را متحد خودش کرده بود و اجازه استفاده از بنادر این کشور را دریافت کرده بود. رئیس مجلس در اولین برنامه سفرش به جیبوتی در ناوگروه رزمی پشتیبانی نیروی دریایی ایران مستقر در بندر جیبوتی حضور یافت. لاریجانی گفت حضور ناوگان نظامی ایران در این منطقه حامل پیام مهم اقتدار و حمایت جمهوری اسلامی از ملت‌ها در برابر تروریسم است. جیبوتی نیز در سالهای اخیر متحد عربستان شد و پایگاه‌های رژیم در این کشور را تعطیل کرد. پس از آن که دست رژیم از سودان و جیبوتی کوتاه شد، تلاش های خود برای نفوذ نظامی در یمن به منظور کنترل گذرگاه بابالمندب را شدت بخشید و حمایت گسترده نظامی، مالی و سیاسی از نیروهای حوثی در این کشور را به طور بی‌سابقه افزایش داد. برای درک استراتژی رژیم به منظور کنترل گذرگاه بابالمندب و دریای سرخ و ارعاب و باجگیری از کشورهای منطقه، به این ویدئوی کوتاه سخنرانی علی اکبر رائفی پور از نظریه پردازان وابسته به سپاه پاسداران گوش کنیم. این ویدئو توسط شبکه‌های مجازی سپاه پاسداران پخش شده است. 70-80 درصد نفت کل دنیا دست شیعه است، یعنی در مناطق شیعه نشین. عربستان که نمه ادعای داشتن نفتش میشه تو مناطق شرقیشه که همه شیعه نشینه. یک منطقه هم در جنوب داره که شیعیان چهار امامی هن. ایران شیعه، عراق هم چیه؟ شیعه. این تنگه هرمز، این نفت عربستان اینجا، اینم نفت ایران اینجا، اینم نفت عراق میخواد صادر بشه، همه میاد از این لبه رد بشه. ایران فقط کافیه تنگه هرمز رو ببنده تمام. اینا اومدن از اینجا قرار بود نفتشون اینجا صادر میکردن، چون همینجا دم دست یه خط لوله آمریکایی‌ها براشون کشیدن وسط عربستان، گاز و نفت آوردن از زیر مکه رسونن به دریای سرخ. یعنی تو اینجا رو ببندی، اینا از این طریق میتونن نفتشون رو چیکار کنن؟ صادر کنن. اینم یه خط لوله هم کشیدن از طریق امارات، یکم از سمت عمان که تو تنگه هرمز هم بستی. چیه؟ یکی هم نصف نیمه پوچ. خدا گفت حالا نوبت برگ منه، نوبت منه.
خدا یهویی یه چی رو کرد کپ کرد آمریکا. باز دوباره یه دست عجیب غریبی اینا رو برده یه جای خاصی چیده. آقا تو یمن که اصلا من و شما شیعه های یمنی رو حساب نمی کردیم. نقشه چه شکلیه؟ این مناطقی که شرقشه، این شرق خودمون بیابونه، استانهای حضرموت و اینا، هیچ کف دست یه تخمار رو زنون برد یک کیلومتری دیده میشه. این طرف کوهستانیه، شیعیان دقیقا کجا؟ تو همین منطقه. این تنگه که اینجا هست اسمش باب المندبه، از تنگه هرمز از نظر من 4 تا 5 برابر مهمتره. چرا؟ چون این کلن دو تا دنیا رو به هم میچسبه، شرق و غرب و این به هم متصله. باب المندب 48% نفت دنیا اینجا میشه، 48% نفت کل دنیا. این که این لوله است، دریای سرخ، میبینید بالاش کانال سوئزه، پایینش باب المندب. یه لوله رو چه یه سرشو ببندی چه دو تا سرشو ببندی، دیگه آب ازش رد. در حقیقت استراتژی منطقه‌ای رژیم در 14 دهه گذشته دخالت نظامی و تروریستی در دیگر کشورها و ایجاد و تقویت گروه‌های واپسگرای مسلح شیعی در سراسر خاورمیانه به منظور ارعاب و بازگیری از کشورهای منطقه بوده است که مهمترین آنها از نظر جمهوری اسلامی کشور اسرائیل است. به رجزخانی های حسین سلامی معاون فرمانده کل سپاه در مورد گستردگی نیروهای نظامی وابسته به سپاه قدس در منطقه و تهدید علیه اسرائیل نگاه کنیم. این درگیری ها در سوریه و عراق و این بسیج جهانی اسلام، میدونید سطح بازدارندگی همه کشورهای همپیمان و متحد در جبهه مقاومت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی رو در حد انهدام کامل این رژیم در هر جنگ جدیدی بالا برد. شما الان نگاه کنید حزب اللهی که از این جنگ با تکفیری ها، جنگ های شهری و بیابانی و کوهستانی خارج میشه با اون همه تجربه و اون همه اندوخته و اون همه شجاعت و با موشک های چند برابر سال موشک های سال 2006 جنگ 33 روزه و با یک اعتماد به نفس قدرتمند و با ده ها و شاید مثلا صدها هزار نیروی مسلح قدرتمندی که در سوریه شکل گرفته. رژیم ایران طی 14 دهه گذشته به جای دوستی با کشورهای همسایه و منطقه و کمک به بهبود اقتصاد کشور، با راه اندازی جنگ صلیبی تلاش کرده است تا آمریکا و اسرائیل را دشمنان مردم ایران معرفی کند و با صرف ده ها میلیارد دلار از سرمایه های کشور، دخالت نظامی در کشورهای منطقه، گسترش تروریسم، گروگانگیری و بازگیری را به طور بیوقفه دنبال کرده است. سیاستی که جنگ و خونریزی در سراسر منطقه را گسترش داده و کشورهای دیگر را به مقابله با رژیم ایران واداشته است و تحریم‌های ویران کننده علیه ایران را نیز تشدید کرده است. سیاست‌های تروریستی و جنگ طلبانه رژیم ایران به رشد مافیای نظامی و اقتصادی سپاه پاسداران در داخل کشور و گسترش دستگاه سرکوب کمک کرده و اقتصاد ایران را نیز ویران و ورشکسته کرده است.